سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به یه قسمت دیگه از راهنمای 100% دکتر سه. توی این قسمت میخواییم ادامه مسیر فرانکی با هم دیگه بریم و 100% رو تمام بکنیم و به منطقه 20 واچه برسیم. قبل از اینکه بریم سراغ بونفایرش با سیری صحبت کنیم که واسمون اومده و ببینیم چی میگه. بکنم یه جسته رو به اون بده، دارک مون لویالیتی، که این جسته رو واسه تروفی آخر بازی لازم مونه. بریم با NPC ها دیگه هم صحبت کنیم. با این اگه صحبت کنیم به امون یه آیتم مخصوص پایرومنسی میده که میتونیم باهاش پایرومنسی انجام بدیم و یه دونه توم هم بهش بدیم که برامون پایرومنسی جدید بیاره. حالا بعدا سراغ این شخصیت میریم دوباره تا یه پایرومنسی خیلی خوبش بگیریم تا بتون روی سلاحامون جادو انجام بده و دیگه نیازی به المنت یا آیتم های دیگه نباشه. به این شخص زنم یه دونه توم بدیم تا برامون معجزه های جدیدتری بیاره مثل اینا. حواستون باشه که به این شخصیت تومایی که تم تاریک دارن ندین، چون ممکنه ساید کوستش که در آخر بازی انجام میشه از بین بره و دیگه به فاریکی به تبدیل نشه. این شخصیت هم که اینجا میدیم اگه باهاش صحبت کنی دور ازتون میخواد که بره به یک جایی و براتون آیتم های جدیدتری بیاره. اگه بار دوم بفرستینش دیگه بر نمیگرده و کشته میشه. آیتم مهمی که توفی از دست بدیم نداریم دیگه از این، فقط تنها سودی که داریم که از اون تن حساب فروشنده دیگه هست. و اینکه یا تو هم باشه تا قبل از باس فایت ابیس فاچرز 5 لول آپ کنیم با اینجا، چون اگه بعد از کشتن ابیس فاچرز بیان سراغ لول آپ کردن ممکنه قطعا پایان آخر بازی رو از دست میده، پایان مخفی شد. خب بکنم دیگه کارمون توی فایلینگ شراین تموم باشه، بریم به بونفایر کیپ روینز و ادامه مسیر فرانکی با هم دیگه بریم. خب از پله‌های اینجا بریم پایین و بریم سراغ سومین برج آتش که خاموشش کنیم. یادتون باشه توی قسمت گذشته دو تا از این برج‌ها رو خاموش کردیم. سومیش اگه خاموش کنی این درب روبرون که دیدیم رو باز میکنه واسمون و ما رو به منطقه جدید به نام ابیس واچرز میرسونه که کلن به همه مناطق وصله، یه جورایی به رودا سکرفاس مخصوصا. اگه از این سند بریم این آتیش های روبرون رو ادامه بدیم ما رو به سومین برج میرسونه. اینجا یه انویدی هم هستش که ما رو انوید میکنه و این انویدی رو قبلا توی رودا سکرفاس کشتیمش، دوبار بر بکشیمش. ست شوالیه رو برداریم. این ست اگه کلاس شوالیه رو برداشته باشی همون اول بازی میتونی همون اول به این دسترسی داشته باشی. بکنم انویت شد. حالا کجا رفته نمیاد. این انویدی رو قبلا توی رودا سکرفاس کشتیمش و نکته که داره اینه که اگه اول توی رودا سکرفاس بکشیمش و بعد بیام اینجا بکشیمش به همون یه جستر میده که بعدا با هم دیگه میگیریمش. نیومدش. حواستم به این مدولات گنده هم باشه که خیلی رو اعصابن. سختن این مدولات همین منطقه فرانکیب همین هستن، خیلی ضربات سنگینه و خونه خیلی زیادی میتونه از اون کم بکنه. بکنم دید ما رو و امیدی هم که نیومد.
خیلی خون کم میکنه، حواستون باشه که کشته نشه. میتونیم بیارینش توی آتیش و به هم راحتی خونش کم بشه و کشته بشه. یکی دیگه هم باید باشه. نه فکر کنم ما رو دید. بریم بالا پله ها باش بجنگیم. حواستون باشه که زیر سلاحش قرار نگیرین، چون میتونه حداقل نصف خونتون رو کاهش بده. مثل الان که شانس آوردین تقریبا مرده بودین و به همین راحتی میتونیم بکشیمش. خب بریم سومین برج آتیش هم خاموش کنیم. یادتونم نره اگه از ویدیو خوش اومده لایک و سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش رو به صدا در بیارین. با خاموش کردن این برج این دره واسمون باز میشه که ما رو به منطقه ابیس واچرز میرسونه که با همدیگه توی همین قسمت بونفایرش روشن میکنیم. منطقه جالبی هم هست و یک باس فایت به نام خود همین منطقه ابیس واچرز هم که داره، اولین باس فایت اصلی بازی هم هست که یکی از لورا سیندرا هستش که بهش برای پایان بازی نیاز داریم. این آیتم پشت رو بعد این هاوابون و الان این NPC واسمون ظاهر میشه. فرصت سپر برداشتم نداریم چون با سپر کشتن این خیلی راحت تره. NPC سختی هم از نسبتا و حواستون باشه که جادوهاش بهتون نخوره. اگه توی منطقه رو دو سکرفاس اول کشتی باشینش و بعد بیان اینجا بکشینش، بعدا یک علامت سامون واسمون یک جایی نمایان میشه که وقتی اینو سامونش بکنیم بهمون یه جسر میده که واسه تروفی جسر رو نیازش داریم. به همین راحتی میتونیم بکشیمش. با کشتن چیزی به اون نمیده چون قبلا اینو کشته بودیم. خب اینا رو بشکنیم. اینجا حواسمون باشه از اینایی هستن که میپرن خیلی خیلی رو اعصابن. با سه ضرب به راحتی میتونیم بکشیمش. پایین این پلا به یک موجود جدیدی برخورد میکنه که توی دارسوز یکم قبلا باشون برخورد کرده بودیم و باعث میشه که نفرینتون بکنه و وقتی نفرین بشین درجا کشتی میشه از اگه خونتون هم پر باشه. حواستون باشه اینجا یه آیتم این پشت هستش برداریم. لارج سول این آیتم بالا هم که میبینین بعدا برش میداریم ماره منطقه ابیس واچر هستش. قبلش بریم سراغ اینا که خیلی رو اعصابم و بکشیمش که خیارم از اینا راحت بشه. با آیتم های این سمت فرانکی رو برداریم با هم دیگه. حواستون باشه که نفرین نشین. خط بنفش ماننده که یه آیتم اسکلت هم کنارش هست اون پر بشه درجه کشته میشه. توی گازی که از خورشون میتن نباید بریم. اینجا پیشنهاد میکنم با فایر بمب بکشینشون چون ریسکش خیلی کمتره و یه جوره هم به فایر بمب حساسیت داره و به هم راحتی میتونید یکی یکی اینا رو بکشید. حالا من یکم فایر بمب هم کمه، شما بیشتر به خودتون هم بکنین، همه با هم دیگه جمع بشن و به هم راحتی بزنیمشون. نه از این
یه آیتم از خودشون انداختن، ریپر پاودر، که باعث میشه سلاحمون رو تعمیر کنیم. تو این قارن دوتا آیتم خیلی خوب هستش که یکیش جادوی فکر کنم یکی، و داخل این صندوق چند یه ست لباسی که واسه ماجیک بازا خیلی به درد بخوره. چیز دیگه هم که نداره. یک لارج سول هم باید باشه این طرف. فکر نکنم به جز لارج سول چیز دیگه هم این سمت باشه. بریم برش داریم. چند تا دیگه از اینا هستن اینجا. یکی یکی بکشیمشون که برای اون مزاحمت ایجاد نکنه. روی این گازه اگه باشین نفرین میشین، حواستون باشه سریع بیان بیرون ازش. و وقتی با هم دیگه کنار هم جمع شدن با فایربون با هم رتیب بکشیمش که فایربابامون تموم شد. حتی با آرموری که تنمون هست میتونیم بهشون ضربه وارد بکنیم، فقط کافیه بپن رومون و کشته بشن، چیز از خونشون هم نمونده. به همین رفتی میتونیم با لباسی که تنمون هست بکشیمش و لارد سول اینجا رو برداریم. دیگه آیتم سمت راست این فرانکیب نمونده، برگردیم به بونفایرش تا سمت چپ این منطقه رو با هم دیگه بریم. دیگه نیا نیست این رو بکشیم چون هیچ سودی واسه همون ندارم. برگردیم به بونفایر و استراحت بکنیم تا ایسوسان پر بشه و بریم به بونفایر کیپروینز تا به ادامه مسیر با هم دیگه بریم. سمت چپ این منطقه رو با هم دیگه نرفتیم، سمت راست کاملا تموم شد، هیچ آیتمی ازش نمونده. بریم با هم دیگه سمت چپش که یه حلقه داره و یک جادو. اول اینو بکشیمش و بعد بریم سراغ برداشتن آیتما. این هم دومیش. اینجا اگه یادتون باشه توی منطقه آندرستیتمن با یک جاینتی صحبت کردیم که برای اون کمک میفرسته و با نیزه انمیا رو میزنه. اینجا هم دوباره به کمکمون میاد و باعث میشه که این خرچنگول پیکره رو واسه همون بزنه. بدونش دفعه با ما کافی پشین درخت باستیم و سب کنید تا این جاینته با نیزاش بزنه اینجوری اینو و با کشتن این خرچنگی واسه همون یه حلقه میندازه که حلقهش برای تروفیا لازمه. امبر رو برداریم. دو سه زلگی بیشتر نمیخوام تا وقتی آیتما رو بند داریم. و کشش رو با مردش به اون یه حلقه میده که این حلقه باعث میشه که جادوها و معجزاتمون قوی تر بشن. یه تایتانیک شارد اینجاست، یکی دیگه این آیتم رو برمیداریم.
گود پاین باندر که باعث میشه روی سلاحمون رد و برق ایجاد بکنه و برقی بشه. بریم جلوتر و سه تا بیس اینجا هست و این سه تا رو بکشیم با هم دیگه. یکیش اینه، دومیش و یکی دیگه هم باید باشه که اینه. اگر یادتون باشه این قارچ توی دارک سوز 1 بودن، الان دیگه اینجا مردن انگار. خب یه جادو برداشتیم، بریم به جلوتر ببینیم چی داره. اینجا که میتونه سخت باشه به خاطر این موجودات، کشتن یکی از اینا واقعا سخته. حالا اینجا سه تا از اینا هستن، ما بیخیال کشتن اینا میشیم و به جاش آیتمی که ازش دارن مراقبت میکنن رو برمیداریم که یه جم هم هستش. سریع ازشون فرار کنیم تا کشته نشدیم اینجا. دیگه فکر نکنم دنبالمون بیان، صداش که هست، گممون کردن دیگه، دنبالمون نمیان. خب دیگه 99% آیتم های این منطقه رو با هم دیگه برداشتیم، هیچ آیتم دیگه ای نمونده به جز منطقه ابیس فاچر که با هم دیگه جلوتر میریم با هم دیگه. الان 16000 تا سول جمع کردیم که میتونیم بریم ست لباس کاتارینا رو بخریم و ساید کوئستش رو انجام بدیم که توی قسمت گذشته راش انداختیم. برگردیم به بونفایی و بریم به فایلینگ شراین. بریم به سمت بالا، از پندار اینجا بریم بالا و به NPC پشیز برسیم که توی قسمت گذشته آوردیمش. و ست لباس کاتارینا رو ازش بگیریم. با صحبت کردن باهاش هم به اون یه جستر میده که واسه تروفی جسر لازم. کلاهش رو بخریم و بعد لباسش رو بگیریم، دستکشاش و پاهاش و بریم بهش بدیم. دیگه کاری با این تجهیزی نداریم. البته که از NPC دیگه هم میکشه این، اما NPC که اول این قسم بهتون گفتم دوبار میفرستیمش که برای ما آیتم بیاره و بار دوم کشته میشه، یک تئوری هستش که میگن این پجزه اینو میکشش. خب بریم به بونفایر کریزین چمپه و به تیمش لباسش رو به خود کاتارینا تا ساید کوئستش واسه همون انجام بشه و ادامه پیدا کنیم. حتما این کار رو بکنین چون به شخصیت کاتارینا توی قسمت بعدی خیلی نیاز داریم واسه تروفی این بازی. خب بریم بهش لباسشو بدیم. یه دونه جسر هم فکرم به اون بده با دادن لباسش. شخصیت خیلی باحالی هم از این سیگار. لباساشو براش بندازیم و ذوق مرگش کنیم. خب
deepest gratitude. I'm Siegfried of Katarina. With my trusty suit of armor, I'll be out of here in a jiffy. Until we meet again, comrade. و این جسته رو ازش بگیری. No need to worry about me. With my trusty suit of armor, I'll be out of here in a... Until... خب کارمون اینجا تمومه. بعدن با جسد سیگارد برخورد میکنین توی قسمت های بعدی و هنوز حالا واسه همون سادکوست داره. برگردیم به بونفایر کیپرونز و دری که باز کردیم بریم ببینیم چه منطقی هستش. یه آیتم دیگه هم فکر کنم توی فرانکیپ باشه که ما جا گذاشتیمش که باید بدیمش به بلکسمیت و بتونیم اینفیوز کنیم روی سلاحمون که بعداً خواستیم روی سلاحمون اینفیوز کنیم. این آیتم هم برش میداریم بلن که روی بوشهیناک نمیشه اشکالی کرد چون خودش جادو داره. توی همین قسمت سلاحمون رو عوض میکنیم تیکه بوشهیناک از این جلوتر به کارمون نمیاد. خب اول بریم بالا از سمت چپ و یکی از این موجوداتی که توی رود و سکریفاز هم باهاش آشنا بودیم بکشیم تو جیغش در نیومده. اگه جیغش در بیاد اینا هم بیدار میکنه و یکم کارمون سخت میشه. یکی هم حسابش رو برسیم. یک دیگه هم باید باشه اینهاش. اینها بکشیمش و آیتم اینجا رو برداریم. این آیتم وقتی یک سلاحی رو اینفیوز کنیم و خوشمون نیاد میتونیم از اینفیوزی درش بیاریم با کمک این شیبینستون. اینجا یک نوع تایپ جدیدی از انمی ها رو میبینیم که بسیار سگن و کشتنش خیلی سخته. حالا هر دوتاشون هم من رو دیدن یکم کارمون سخت شد. حتی ازشون فرار کنیم تا کشته نشدیم. با کشتن این انمی ها بهمون رد آی اورب میده که شانس انداختنش 100% تقریبا. هر موقع بکشیمش به اون آیتم رو میده. یعنی یه جوری قشنگ به راحتی میتونی فارم کنی آیتم رو. آیتم رو میشن به درد آنلاین بازی کردن و پی وی پی بازی کردن به درد ما نمیخواد. یکی دیگه هم باید باشه. کجا رفته معلوم نیستش. حالا اینا هاش اینا بکشیمش و یه رد آی اورب دیگه هم ازش بگیریم. یک سپر قبلش بعدیم تا بتونیم ضرباتش رو دفع کنیم. یکم رو اعصاب این انمی ها. اگرتون باشه این انمی ها توی دارک سورز یک پایین طبقه پایین قسمت پایین شیران بودن. خب به خیار روبرو میشین بریم به سمت بونفایر این منطقه روشنش کنیم و یک میانبرگ هم به منطقه رودا سکرفاس باز کنیم. یه علامت سامون هم دیدیم. فکر نمی کنم این رو بس سامون می آمد. ببینیم چی بودش. از باز فایت هم نسبتا دوریم یکم. ندونم برای اینجا حالا سامون شده. حالا بعدا میریم ببینیم چی هستش. قبلش اینا رو بکشیم.
بعد اون سراغ این یکی جلوتر یک کریستال انیمی هستش که میبینیم و بریم بکشیمش اینا که از یک ماجیک ویپن مراقبت میکنه. وقتی به سرش بزنیم گیج میشه و باید در میتونیم کارش رو تمام کنیم. با کشنش به اون دو تا تایتانی اسکل میده و ماجیک ویپن میتونیم برداریم. این میان بول ما رو به منطقه رو دا سکرفاس میرسونیم. قبلا با هم دیگه رفته بودیم. تنها چیزی که توی این منطقه رو دا سکرفاس مونده و ما هنوز انجامش ندیم کشتن خرچنگای کولپکه هستش که با کشنش به امون یه حلقه میده که این حلقه واسه تروفی نیازه. حالا توی قسمت بعدی ما سلاحمون رو عوض کردیم و قوی تر شدیم و به راحتی میتونیم این خرچنگای کولپکه رو بکشیم و حلقه ای که باید بهمون بدم رو بهمون بدم. خب بریم به پایین شراین تا سلاحمون رو عوض کنیم. ببین چه سلاحی تا الان برداشتیم از اول بازی تا الان و کدومش از همه بهتره. قبل 6 NPC واسه همون ظاهر نشده که باهاش صحبت کنیم، ولی به جاش بریم یه حلقه خیلی خوبی که توی قسمت گذشته بهتون گفتم و بخریم به نام هاورینگ که با کشتن استردیمن که توی قسمت گذشته کشتیمش میتونیم بخریمش. این حلقه باعث میشه که میزان تحملمون در برابر تجهیزات بیشتر بشه و بتونیم سلاح‌ها و لباس سنگین‌تری رو برداریم که حلقه خیلی خوبی هم هست. کجا رفتش؟ برش داریم. و این که بریم ببینیم چه سلاح‌هایی داریم تا الان و کدوم هستن بهتره. این گیت اکس بد نیست ولی خب زدنش ساده هست و کلا یک حرکت رو چندین بار تکرار میکنه، همین حرکت و بسیار ساده است و به درد من به شخصه نمیخوره. به جاش بگم گریستورد بهتر باشه، خیلی شمشیر خفنی، هم خیلی گنده است و هم که حرکات خیلی زیادی داره و اینکه این ضربه سنگینشه. اسکیلش هم که جوریه که وقتی بزنیم و بعد آردور بزنیم این حرکت رو میزنیم که خیلی حرکت خفنیه. فکرم واسه ادامه مسیر این سلاح صدای خیلی خوبی باشه. همین رو برش میداریم و چند لیول هم بریم ارتقاش بدیم. فرقی که این سلاح با سلاح بوچینارف داره اینه که روی بوچین آف نمیتونیم اینفیوز کنیم و روش جادو رو اعمال بکنیم، ولی روی این سرا میشه و حالا جلوتر هم اینفیوزش میکنیم و همین که یک پایرومنسی یاد میگیریم و روش اجرا میکنیم که پایرومنسی خیلی خوبی هم هست. چند لیول ارتقاش بدیم تا قوی بشه. خیلی سلاح خفنیه. توی دارک سوز 2 که قشن از اول بازی تا آخر بازی همه رو میتونید دهنشون رو سرویس کنید. حالا بعدا اینفیوزش هم میکنیم. بهترین اینفیوز از نظر من راو هستش که به همون آیتمی گفتم که توی فرانکی برش نداشتیم که به موقعش برش میداریم، چون هنوز نمیتونیم از پارومنسی که میخوام استفاده بکنیم. بس به حد حساب شستیم این فیوزش هم انجام میدیم و سلاحمون رو قوی تر میکنیم. خیلی سلاح خفنیه.
یک دسته هم میتونیم ازش استفاده کنیم و وضعمون بهش میرسه. خب خیلی ممنون که با من همراه بودین. برای این قسمت فکر کنم کافی باشه. توی قسمت بعدی میریم به سراغ باس فایت ابیس واچرز و اینکه اگه هم از سبک بازی و راهنما خوشتون اومده ممنون میشم لایک و سابسکرایب کنید. خب تا قسمت بعدی خدا نگهدارتون.